باز هم خوش آمدین جناب استاد. پرسش این بود که مالیه دهندگان واقعی، یعنی مردمی که مالیه میتن برای کمک برای مردم بی‌وضعیت و افغانستان برای سال حکومت داری خوب، ایجاد امنیت، مبارزه با تروریسم، به این مسائل کمک میکنن، اونا میدونن واقعا که پولشان به کجا مصرف میرسه؟ 10% به کجا میره؟ بدون شک اکثریت کمک هایی که برای بازسازی افغانستان، برای جنگ در مقابل تروریسم و امنیت منطقه صورت میگیره، اکثریتش تکس یا مالی است که از شهروندان کشورهایی که در مسئله افغانستان دخیل هستند به دست میاد. خب البته این مسئله تا اندازه زیاد داره امروز در سطح غرب برملا شده که پروژه افغانستان تا اندازه با مشکلات زیاد مواجه بوده. شما دیدین چند وقت پیش در آلند، پارلمان آلند در مقابل دولتش ایستاده شد و حضور نظامیش در افغانستان مفید ندانست و گفت به جز از دردسر چیز دیگه نیست و تقریبش دولت کانادا هم همین عکس العمل نشان داد. اونا میدونستن برای لابی از این که مسئله افغانستان سود نداره و تلفات جانی را برای بسیاری از جوانانشان داشته، در پهلویش یک مقدار پول هم بیش از این که مصرف خود کشورشان شود به خارج میده. این بحث 2014 و مشخصا وعده انگلستان که 170 میلیون پوند وعده داده و خود کشورشان و روزنامه های کشورشان میپردازن که ببینین 70 میلیون از این 70 میلیون پوند از این به دست طالبان خواهد رسید. خب من فکر میکنم 70 میلیون پوند شاید تا بیشتر باشه. دقیقا کمک هایی که از چنل های مخفی به دست طالبان میرسه از طریق شبکه های استخباراتی و بازیگران عرصه روابط بین الملل. امروز در نظم نوین جهانی ما با بازیگران جدید مانند شرکت های بزرگ امنیتی و شرکت های بزرگ لوجستیکی که اینا هم میتونن در مسائل بین المللی اثرگذار باشن هم مواجه هستیم. کنا هم میتونن به خاطر منفعت خودشان پروژه های را روی دست بگیرن که به صلح امنیت یک کشور. منظورتان کمپانی های کلان؟ بله، کمپانی های کلان هستن که اینا حتی میتونن که با در نظر داشت پالیسی دولتشان در قبال یک کشور اعمال را انجام بتن که ضرر زیاد را متوجه برنامهشان در افغانستان یا در یک کشور دیگه شوه. به طور مثال بعضی کمپانی های در افغانستان فعالیت داشته و عملیات را انجام داده که حتی در دستور کار دولتش نبوده که تا اندازه زیاد در عکس العمل دولت افغانستان هم به وجود آورده. مشخصا کدام کمپانی؟ خب من فکر میکنم فعالیت هایی که بعضی کمپانی ها در افغانستان داشتن و از طرف دولت افغانستان حتی موجودیت کمپانی ها نکوهش شده و خواستن که کمپانی ها از افغانستان خارج شوه. فکر میکنم مثل کمپانی هایی که در عراق. بله کاملا من نام کمپانی ها را فکر نمیخوایم بگیرم، اما باور من است بسیاری ها میدونن که رفت ما کدام کمپانی ها میباشم. دوم هی که مسئله کمک ها به افغانستان زمانی که صورت میگیره، تنها این کمک ها در مجرای حمایت از طالبا به مصرف نرسیده، البته بعضش در قسمت های بازسازی افغانستان هم مصرف شده، اما متاسفانه که تنها دولت افغانستان یا افغان ها مقصر اصلی عفو عمل کردن این کمک ها نیستند. در قدم حال باید یک چارچوب منظم برای مصرف کمک ها وجود می داشت، اولویت بندی می شد، صرف بندی می شد که کدام نکات خیلی اساس است. ببینید امروز سکتور تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی یکی از موضوعات اساسی است که ما با مشکل میتونیم کورا به پیش ببریم، در حالی که کمک های کم در یارسا صورت گرفته و اگر ما میتونستیم این دو مهمه قویان حمایت بکنیم، شاید که امروز آگاهی یعنی مردم در این سطح بالا میرفت. این دو کمک که شما یاد میکنین در یک حال امکان پذیر است. 10% کمک ها را در 10 سال گذشته بر اساس دریافت گروه بحران که در روزنامه نشر شده طالبا به دست آوردن و از طرف دیگه بحث امنیت در میان است. زمانی که امنیت نباشه چه کاری میتونه شود؟ آقای جراد ببینین بدون شک اکثر کشورهایی که در افغانستان امروز ماموریت دارن، ماموریت از اینا بیشتر جنبه اخلاقی داره. به طور مثال بجز از دولت انگلستان و امریکا، سایر کشورهای مانند اسپانیا، مانند ایتالیا، مانند بلژیک، مانند نروژ و بعضی کشورهای اروپای شرقی که تا 100 200 نفر اسکر در افغانستان دارن، اونها به اندازه یک سند از مسائل افغانستان مفاد نمیبرن، بلکه بیشتر بر مبنای تعهدات بین المللی و عضویتشان در اروپا یا در سازمان اتلانتیک شمالی و پرنسپ های حاکم اینا مجبور شدن که به افغانستان حضور داشته باشند. پس اینا میخواین که در افکار عامه کشورشان کشته شدن یک سرباز نروژی یا یک سرباز چکی تحریک یا حساسیت را ایجاد بکنه، پس اینا حاضر هستن یک باج کلان را بپردازن تا سربازهای خود را حفظ بکنن. قسمی که شما قبلا عرض کردین ایتالوی ها در افغانستان کمتر خود را مواجه کردن یا کمتر خواستن در باز از ماموریت های سنگین دز داشته باشن، اما این نشان دهنده موفقیت پیمان اتلانتیک شمالی یا ماموریت
مأمورین نیروهای بین المللی در افغانستان نیست. تشکر، برمیگردیم به شما. جناب انجینر، اگر قرار باشه که این کمپانی ها و یا دولت ها مستقیما حالا وارد مذاکره هم شوند که بحث های مذاکره از جرمنی یا تاس کشورهای دیگه بلند شد و از طرف دیگه پول هم به مخالفین دولت بدن، موقف دولت چی است؟ یعنی جایگاه دولت چی معنا داره؟ دولت افغانستان در حقیقت پنهان میکنه ایرا که نقشش در این جنگ یا ده ساله چی بوده. با عیس گل شیری از دولت افغانستان استفاده میشد از هر طرف. کدام او طرف به نام از اینکه رفتیم در افغانستان علیه تروریسم جنگ میکنیم، دولت‌های خصوصا دو دولت بزرگ با عیس کارفرما پول میداشت و خدمات را که برایش انجام میداد با کمپانی ها با اساس قرارداد، حتی یک جنگ هم با اساس قرارداد، تمام اکمالات و خدمات لوجستیکی امریکایی ها قراردادی هست بنان وایی که یک قدر پول مصرف میکنیم و تمام پول به نام دولت افغانستان مصرف میشد و دولت افغانستان به صورت رسمی که خودشان میگه 20% شریک بود داده میشد برایش، به صورت غیر رسمی هر حاکم و هر قدرتمند دولتی کمپانی امنیتی داشت، شرکت های خصوصی لوجستیکی داشتن، ترانسپورتی داشتن، باز از اون طریق به وا قرارداد سپرده. حالا مسئول اصلی رفتن این پول ها میلیون ها دلار کی است؟ دولت افغانستان یا جامعه جهانی؟ در اول جامعه جهانی به خاطر که پول مستقیم پرداخته. دولت جامعه جهانی به صورت کل یکی رهبری و سیاست مدارایشان هستند که یا به اساس استراتژی خود عمل میکنند، بعد از این خدمات که انجام میشه که دوجه پول مصرف میشه به قراردادی داده میشه، او به سطوح پایین است که یک خوبایی که او دولت ها داره، بعد از این که مثل که استاد اشاره کرد وقتی که در مطبوعات یک مسئله یک کم میشه و مردم مال دندگان خبر میشه، بازیا کمیسیون مقرر میکنه و کمیسیون تحقیق میکنه، در نتیجه تحقیق کمیسیون داشتوهایش احترام میشه، باز پالیسی خود تغییر میده و در حکومت و دولت افغانستان بازی تر نیست، کمیسیون به خاطر ایجاد میشه که امو مسئله را سرپوش بگذاره، پنهان بکنه، او مسئله را کسی نفهمه، منحرف بسازه. به خاطر اینه مثلا امریکایی‌ها خودشان تفتیش خود مقرر کردن، این مسئله را افشا کرد. ما به این باور دارم که بعد از این به این نوع کتابالی بود این کار انجام نخواهد گرفت و هم چنان انگلیس ها صرف ما افغان ها چون یک دولت ناکاره داریم و اما پول هایی که مصرف شده یا از مسئولیت خود شانی خود خارج نکنه، به شانی از یا به نام از یا آمده ایجا و یا گرفتن و یا از طریق از یا کمپانی هایی که یا ایجاد کردن و یا هم تصدیق مصرف امو پول های را یا دادن، امی افغان های ما که کمپانی دارن تصدیق دادن که ایجا مصرف شده، امریکایی بازی پول کشیده در بکس خود به خارج برد. سپاس.